بیشتر صحبت میکنیم در این مورد با سایره شکیب آگاه امور سیاسی. خانم شکیب سلام، با شما خوش آمدین به برنامه. سلام بر شما و تمام بینندگان عزیز. ممنون خانم شکیب. نگرانی ها از همشمول نبودن گفتگوهای صلح وجود داره، از دید شما این روند آیا همشمول است؟ دقیقا به اجازه شما و تمام دوستایی که همینک بیننده ما هستن، روند صلح واقعا تا هنوز همشمول نبوده. چرا؟ در اگر مذاکراتی که در خارج از افغانستان صورت گرفته یا بعض مذاکراتی که در افغانستان صورت گرفته، هیچ گونه کسایی که در این مذاکرات یک تعدادی که هستند، درست است ما وارا میپذیریم اونا در اجتماع یک جای پایی دارن، اما آنقدری که از عمق توده ها، از درد توده ها، از بین مردم برخواسته باشن، وارا ما همه گیشان گفته نمیتونیم. چرا؟ ما زمانی سال همه شمول گفته میتونیم که تمام نماینده های مختلف از اقشار مختلف، از تمام ولایت های مختلف، حتی ولسوالی ها، حتی با سواد بی سواد، خانم ها، جوانان در ورثه شامل باشند و خصوصا دولت افغانستان، چرا که دولت افغانستان دولت مشروع و قانونی افغانستان است و 5 سال از حکومت کرده. بر ازی تمام شناخت مردم بیشتر معلوم است کی میتونه بیشتر در پروسه صلح رهبری کرده میتونه و کی میتونه کمتر و کی به خاطر منافع شخصی خود تلاش میکنه. دقیقاً همشمول نیست. بیاین بگوین که دلیل این که روند صلح افغانستان همشمول نیست، با وجود که همواره تاکید صورت میگیره بر این مورد، دلیلش در چیست؟ خب دلیلش شاید دمی باشه مداخلات بیرونی و خصوصا کشورهایی که منافعشان به خاطر آمدن صلح در افغانستان در خطر هستند. از اون خاطر مثلا ما گفتم میتونیم که امیال جامعه جهانی فرضاً 18 سال است، تقریبا 20 سال در افغانستان هستند، اما آنقدر که در جامعه ما مثبت تمام شود و در جامعه ما صلح امنیت بیاره ناوردن، یعنی مردم افغانستان آنقدر از ایشان راضی نیستن، و یا ایران باشه یا پاکستان، و بیشترین مداخلات در افغانستان چی در عرصه صلح بوده و چی در عرصه تقویت طالبان بوده و چی در هر بخشی که بیشتر خواستم مداخله بکنه کشور پاکستان و ایران بوده، چون همسایه نزدیک در پولی از روسیه بوده که در پولیش دیگه کشورهایی بوده که زیادتر همسایه های ما بوده که ما امروز به این حالت و این بدبختی سر دچار هستیم. از همه شمول بودن این روند وقت روش تاکید میشه، فکر میکنین که در بعد داخلی حکومت افغانستان تا چه حد موفق شده که بتونه راههایی را پیدا بکنه تا مالکیت این روند را بر دوش بگیره و یک روند همه شمول بسازه؟ دولت افغانستان تلاش های خود تا امروز کرده، واقعا از حقیقت نگذریم، یعنی هر باری که مسئله صلح در میان آمده دولت افغانستان گفته که باید صلح افغانستان، مسئله صلح افغانستان باید همه شمول باشه، و همه نمایندایی که دفعه پیش در قطر یا رفتن اکثریتش گفته میتونیم که نمایندای واقعی مردم افغانستان بودن، اما یک تعداد کمی که البته نظر به روابط یا شناخت آمده بودن رو گفته نمیتونیم، یا مسئله رهبرای سیاسی بود و نماینده ازوا بوده و را گفته نمیتونیم، اما اکثرا تلاش به این کرده که باید صلح افغانستان همه شمول بوده و حتی خود با جامعه جهانی و با خصوصا دولت امریکا مواجه ساخته چندین بار که باید صلح افغانستان تصمیم گیرنده خود افغانا باشه، تحت رهبری خود افغانا باشه، دولت افغانستان باشه و همه شمول در اینجا تمام اقشار مختلف کشور باید شامل باشن. از همه شمول بودن گفته میشه، حالا در بود خارجی این مسئله صحبت های جریان داره با کشورها، مثلا نخست وزیر پاکستان با آقای ترامپ دیدار کردن و یکی از موضوعات مسئله افغانستان بوده که سخنان آقای ترامپ واکنش هایی را نیز در بر داشته. فکر میکنین که آیا این روند صلح افغانستان میتونه که شمولیت کشورهای دیگر را هم داشته باشه که باعث ثبات در افغانستان شود یا برعکس؟ به نظر ما تنها ما اکثر افغانهایی که در افغانستان زندگی کردن، درد رنجی را که در طول 20 سال کشیدن و چی بدبختی هایی که در طول از این مدت که فرزن در افغانستان به وجود آمد و چقدر شهدایی که در اونجا، چقدر جوانای ما نابود شدن، چقدر سربازای ما صدمه دیدن، افسرهای ما صدمه دیدن، و این واقعا ما صبح از این مسئله گفته آقای ترامپ دیدم، متاثر شدم، نهایت متاثر به این شدم که یعنی یک ابرقدرت جهانی و به صفت
یک رئیس جمهور یک ابرقدرت، این گفته هایش و او هم با پاکستان که عامل اساسی بدبختی افغانستان است، به این شکل یعنی خوشنود کردن دشمن و یا به اصطلاح بیشتر اهمیت دادن کسی که بر صلح زیادتر چی هست؟ فکر میکنین که آیا امریکا و پاکستان در رابطه با افغانستان معامله خواهند کرد؟ والا این ما پیش بینی کرده نمیتونیم. امکان داره به خاطر منافع شخصیشان که تا امروز هم افغانستان قربانی منافع شخصی کشورهای همسایه بوده که ابرقدرت ها بوده و بعد از اون میتونه به خاطر منافع شخصیشان این کارا بکنن، چرا که تا امروز هم به می معامله صورت گرفته. امکان از این نمیره که نه ما گفته نمیتونیم نه امکان نداره، اما اگر میخوای که واقعا دولت امریکا آبرومندانه با همو در افغانستان آمده آبرومندانه از افغانستان برای و با مردم افغانستان یک امید را یک صلح پایداری را با وجود بیاره و تا بر ابد ما از اینا مندار باشیم، نباید این معامله را بکنه. از سوی دیگر هیئت گفتگو کننده با طالبان رویش اشاره میشه که آقای خلیلزاد هم امروز به کابل رسیدن و قرار است این مورد هم صحبت های داشته باشند با مقامات حکومتی. میخوایم بدانیم که از دید شما از این سفر آقای خلیلزاد، صحبت های آقای ترامپ با نخست وزیر پاکستان و تاکید حکومت افغانستان بر همه شمول بودن این روند، نشان دهنده چی هست؟ ما در کجا قرار داریم؟ به صلح نزدیک هستیم؟ ولاد روز به روز به این شکل که حرفا پیدا میشه و به این شکل سفرهای آنی به وجود میآید، ما فکر میکنیم که در نشست پیشتر که در قطر بود تا اندازی امیدوار بودیم که ما چون دولت افغانستان هم در اونجا شامل شد و اکثر اقشار هم در اونجا به نمایندگی رفتن، به یه امیدوار شده بودیم. اما این گپای امروز و ساعت امروز و آمدن دکتر خلیلزاد در افغانستان، ببینیم که یک بار بشنویم که آقای خلیلزاد با چی حرف ها و با چی برنامه ها آمدن که با دولت افغانستان و با سایرین نشست کنن. بعد از اون ما گفته میتونیم که نظر به او تصمیم از او را ما درک کرده میتونیم که جامعه جهانی یا به رهبری دولت امریکا چی تصمیم میره درباره صلح افغانستان داره و چی پیامدهایی را خواهد داشت در تصمیمهای بدی از یا آیا عملکردهای امریکا در قبال صلح افغانستان دوگانه بوده؟ تا هنوز تو تصور نکردیم که دوگانه بوده، تا هنوز یگان نشست ها دوگانه بوده، یگان گپ هایی بنامده، اما آنقدر هم تصور نمی شد که به شکل دوگانه برخورد شود. و از اوائل از ابتدای برنامه صلح که یک اندازه دوگانگی با وجود آمد که دولت افغانستان و اقشار مختلف شامل از این پروسه صلح نکرد، مردم مایوس بودن و می گفتم که پیشتر که مسئله جلسه قطر یک اندازه امید را بر مردم آورده بود، اما با آن هم اگه به این شکل دوگانگی باشه و تمام اختیاردار مسئله صلح ما پاکستان باشه، پس در اینجا دوگانگی وجود داره، دولت افغانستان اصلا به نظر ندارن و مردم افغانستان اصلا در نظر ندارن که اینا تصمیم گیرنده خودشان هستن و پاکستان است. بنان این صلح دائمی هم شده نمیتونه و شاید از این بدتر هم مداخلات بیشتری هم باز در کشور ما صورت بگیره. آنچرا که آقای حقانی اشاره کردن این بوده که در مسئله صلح افغانستان طالبان دنبال ازی هستن که بزور بیان و قدرت را بزور بگیرن در افغانستان، فکر میکنیم که آیا امکان چنین چیز وجود داره که در افغانستان پس از یک توافق صلح یک حکومت به وجود بیاید که بر اساس زور باشه؟ ما در قرن 21 قرار داریم. افغانستان 20 سال پیش نیست. مردم افغانستان حالا فهمیدن که چی کنن و چی نکنن. ما آنقدر فداکاری، آنقدر شهیدایی که در افغانستان دادیم، آیا خون از او بر ما ارزش نداره که بیاید طالب بزور؟ طالب اساس از او معلوم نیست، دولت از او معلوم نیست، او اجیر کشورهای بیگانه هست، نه برنامه داره و نه بر جوانا بر زنا هیچ گونه کدام چیزی نداره. او چطور میتونه بعد از اینقدر کشت و خون بیاید بزور به دولت افغانستان صاحب شوه؟ اگر یک افغان هم باشه حتما از افغانستان حمایت خواهد کرد، دفاع خواهد کرد و ما با این مطمئن هستیم به نیروهای امنیتی خود، به اردوی ملی خود، به جوانای خود متعقن هستیم که انشالله
طالب به یه آرزوی خود نمیرسه. آیا این اطمینان را در مورد همکاران بین المللی ما مثلا امریکا دارین؟ اگر همکاران بین المللی ما هم تا اندازه‌ای که ما در بین اجتماع و در بین توده ها هستیم فشار بیاره، اما مردم افغانستان به این راضی نیست. مردم افغانستان دیگه نمیخوان به حق قرار برن، دیگه نمیخوان به حق برن، بلکه میخوان مثل سایر کشورها انکشاف کنن، مثل سایر کشورها آزادی همه چیز داشته باشه. در مسئله صلح افغانستان کشورهای مختلف کوشش کردند که امتیاز بگیرند و در این زمینه هر کشور دنبال منافعی و ترجیح منافعشون بودند. حالا چگونه میشه که از این فرصت به وجود آمده حکومت افغانستان به صورت درستش بتونه استفاده بکنه؟ دقیقاً حکومت وظیفه حکومت افغانستان است که با همین کامی کاسیه که داره مردم افغانستان از حکومتش حمایت میکنه انشالله و همکار هست. در پروسه سال هر فرد افغانستان همکار است با حکومت افغانستان. در اینجا باید حکومت افغانستان اقدام میره، باید صورت بگیره که تا جامعه جهانی و تمام کشورهایی که به خاطر منافع کشورهای خودشان، منافع شخصیشان میخواین افغانستان را معامله کنند، در مقابل از او استاد باشند و مردم افغانستان با دولت افغانستان است. و چگونه میتونه این مالکیت را اعمال بکنه حکومت افغانستان؟ حکومت افغانستان میتونه با همه نشستایی که داره با متنفذین، با مردم، با اقشار مختلف بشینه، از اون نخبه هایش انتخاب کنه تا بتونه در پروسه صلح شامل بشه. ممنون از حضور شما سایر شکیب، آگاه امور سیاسی.